سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان کار عملی شهرک صنعتی زون پایتخت در باریک آب به با دو شهرک داخلی واگذار شد رئیس اداره توسعه زون پایتخت در مراسم امضای قرارداد این پروژه میگوید که شهرک صنعتی زون... زون, اقتصادی باریک آب گنجایش هزار کارخانه ی تولیدی را دارد و با ساخت آن 35 هزار نفر مشغول کار خواهد شد. کشورهای همسایه نباید از احداث بندهای آبی افغانستان نگرانی داشته باشند. محمد اشرف خانی رئیس جمهور کشور میگوید احداث بندهای آبگردان به نفع تمام کشورهای منطقه می باشد و باید کشورهای منطقه توجه جدی را داشته باشد و برای بحث بیشتر عبدالمعروف مسیح رئیس عمومی حوزه دریای کابل اینجا با خود داریم و آقای مسیر سلام بر شما و خیلی هم خوش آمده تشکر میکنم از دعوتتان لطف کردیم زنده باشین آقای مسیر در آغاز اگر کم اشاره بتین به اینکه در حال حاضر چند بند آبی وجود دارد بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و سلام بر بینندگان شما تشکر کنم از دعوتتان قسم که شما خبر دارین پیش از سال 57 چند بند که با همت یا با همکاری کشورهای دوست مثل نقلو مثل بند مایپر مثل بند سروبی در حوزه کابل و همچنان یک تعداد بنده ها در حوزه غزنی و قندهار با کمک دونرها یا کشورهای بین المللی ساخته شده بود بعد از او از شرایطی که در افغانستان پیش آمد دیگه پروسه بندسازی نه تنها بندسازی تمام موضوعات زیربنایی در افغانستان متوقف شده بود با روی کار آمدن حکومت جدید در سال 2001 وزارت انرژی و آب با وجود چالش هایی که فرارایش بود چند پروس های بندسازی رو روی دست گرفت که از جمله میتونیم که پروس های بندسازی بند سلما بود که شما در جریان هستین که سال امی سال به برابرداری سپرده شد بند شاه و روز در شکرده است که انشالله ما امیدوار هستیم که سال آینده او رو هم به برابرداری بسپاریم و بند چند بند دیگه که مثل کمال خان است که فیض اول و فیض دوش تکمیل شد انشاالله پروسه تدارکاتی یا پروسه دوتلبی فیض سیامش که تکمیل میکنه پروسه بند کمال خانه تحت دوران است در وزارت نجیاب که انشالله به همت وزارت انرژی و همکارای و دولت افغانستان این بند هم انشالله قریب به دوتلبی میره و کار عملی ساخت شروع میشه در حال حاضر برنامه ریزی ها چگونه هست و در گذشته چگونه برنامه ریزی شده در این سیزه یا چهارده سال گذشته؟ شما میفهمید که بعد از تحولی که در افغانستان تحول جدید به روی کار آمد چهار برنامه بسیار مختلف وزارت انرژی روی دست داشت برنامه اول وزارت انرژی و آب قسمی که امروز هم در کنفرانس که شما خبر دارین کنفرانس ملی آب در هر ریاست جمهوری تدویر یافت برنامه اول برنامه پروژه های کوچک زیربنایی بود که همو ساختمان شبکه های آبیاری بود و به اصطلاح باسازی زیاد بود که در او وقت افغانستان نو از یک حالت بسیار نابسامان بیرون آمده بود و او ظرفیت های لازمی هم که برای ساختن بندها بود در او وقت وجود نداشت برنامه کوچک آغاز کردن برنامه دومی که در بعد از او مرحله شروع شد برنامه اصلاح و برنامه مطالعات تکنیکی بندها بود شما میدانید که پروژه های بند پروژای نیستند که بسیار مثل ساختمان های تعمیرات و سایر پروژای دیگه زود رس باشند. های بند مراحل مختلف باید تایید کنند تا به ساخت ساختمان زمانگیر هستند. مرحله دوم مطالعات بندها بود که یک تعداد زیادی از بندها در افغانستان مطالعه شد و تعدادشان هم رفت مرحله دیزاین اینا. مرحله سیوم مرحله بود که ما قسم قبلا گفتم یک تعداد بندها رفت و دو به ساختمان رفتن که چهار تا بند یا پنج تا بند از جمله ما میتونم با شما بگم اگر سلما هم بگویم شش بند عملا رفتن به ساختمان و قرارداد دو طلبی به با دست اجرا قرار گرفت که او بند سلما بود که تکمیل شد قسم ما قبلا گفتم بند کمال خان بود که دو فیزش خلاص شد بند شاوروز بود که ان سال آینده ما خود در شما در جریان قرار خواهد دادیم دیگه بند المار و بند پاشتان بودن خیلی خب. خوب مسیر بله. کدام ظرفیت ها باید وجود می داشت شما قبلا گفتین که ظرفیتی وجود نداشت شما می دانین که دیزاین دیزاین بند ها یا ساختمان بند ها به حد مغلق هستند که شاید ما در سطح منطقه بسیار افراد متخصص کمی را در داشته باشیم چی برسه بر افغانستان که یک جنگ بسیار طولانی رو ما سپری کردیم کشورایی که در این راستا توانمندی دارند دیگه دارند بنا به شرایط ناگواری که در وطن ما پیش آمد اونا خیلی علاقمندی نمیگیرن که بیان بر این جلد کارایزی همین ظرفیت ها در اوایل بسیار کم بود با ساختمان یا با مطالعاتی که در بندایی که قبلا به شما یاد کردم یک تجارب بسیار خوبی هم. با وجودی که ما شکست و ریخت های داشتیم در, در کار تجارب خوبی هم کسب شد که اکثر متخصصینم، ما الحمدلالله تجارب خوب دارند که وزارتی توانایی را پیدا کرده که می تنه انشالله بعد ازی مثل کمی بندار آغاز کردن بندای بیشتر یا برنامه بیشتری را که ما خدمتان بعدا نرس خواهد کردم پیش ببره که ما انشالله او توانمندی را داریم در حال حاضر چقدر سرمایه گذاران روی سکتور برق علاقه مند از که سرمایه گذاری کنند؟ سکتور برق شما میفهمید که در او رابطه زیاد علاقه مندی وجود داره ما میتونم به طور نمونه مثال یک بندی رو بگویم که به نام سروبی دو بود که شما چند قبل شما شاهد هستین که یک قراردادی با یکی از سکتورهای خصوصی خود افغانستان قرارداد صورت گرفت که انشالله او قرارداد حتما انشالله به معرض اجرا میره و در سکتور انرژی زیاد علاقمندای وجود داره که در این رابطه علاقه مندی نشان دادن اما سکتور آب یک سکتور است که تا هنوز امو طرح که لازم است برای اشتراک در سکتور خصوصی روی دست است که انشالله اگر نهایی و حتما در این رابطه علاقه مندی های زیادی وجود دارد. خب آقای مسیر شما بندهای را که قبلا یادآور شده در حال حاضر یعنی تا حال چقدر دقیقا حمایت شده شما از طرف حکومت ما بندای ریکه خدمت و کردم ای تماما بندای است که کلش به همت و به مالی خود دولت افغانستان صورت گرفته شما میدانید که دو نهرهای با مللی در رابطه به ساختن بندهای و هم در طول این 15 سال از خود نشان ندادن متاسفانه یک چالش بسیار رمه همی بود که ای بندای است که دولت افغانستان یا حمایت کرده و برش پول پرداخت کرده و طوری که امروز شما می بینید رئیس جمهور کشور در این مراسمی که به خاطر کنفرانس ملی آب اشتراکت شما سخنان را حتما دیدین که یکی از نقاط کلیدیش ای بود که کاملا این برنامه را ما حمایه میکنیم و برازی سرمایه زیادی هم گذاشتن که انشالله آرزو دارم با امی حمایه قویه که دولت افغانستان از ای برنامه دارم و این برنامه داره ما با ما که تعیین کتیم برسیم آقای مسیر آب یکی از ضرورت های ملی ما همه میفهمند و در این را چقدر ادارات در حال حاضر میتونن که در این بخش تام داشته باشن بسیار خوب شما میدونین که آب مدیریت آب به شکل یا به شیوه مکانیزمای حکومتی که ما داریم به این شیوه نمیشه آب باید به شکل مشارکتی یا تماما کسایی که به نفع در مدیریت آب دخیل هستن باید سم رول خود بازی بکنن کنفرانس امروزی ما یکی از اهداف بسیار عمدهش امی بود که ما چه قسم بتانیم امی برنامه های را که در مدیریت آب با سایر شرکای ما را دخیل بسازیم و چه قسم بتانیم یک برنامه ریزی بسیار اساسی را بر 15 سال آینده که تقریبا شما میدانید که یک برنامه SDG یا برنامه انکشاف پایدار که بسط بین مللی به اصطلاح او طرح شده ما هم افغانستان جزء جامعه بین المللی است و برنامه اس که قابله د ایجاب تقریبا از دیزي شته افغانستان سوستاني بل ډیولاپمنت شته درې رابطه ما هم مديرته بهو تقریبا یک لینک دادیم که ما بتونیم که نقش اوب یا رول اوب در انکشاف افغانستان چه قسم بازی وکونیم و ای رول تنها به وزارت انرژي ناممکن بوده و ما به مو خاطر یک کانفرنس سره که امروز دایر کردیم ای کانفرنس با اشتراک شورای یا دارالنش های شورای عالی, عالی عراضی واب بود که تماما سکتورایی که در آب زی دخل هستن. چی تامین کننده های آب چی مصرف کننده های آب هم اگه اشتراک کردن آرزومندی ما است که انشالله بتوانیم با همی هماهنگی های لازم ما آب افغانستان که سرگردان است بتوانیم و بسیار واجی خوب برای 15 سال آینده ما او مدیریت کنیم آقای مسیر اگر در این چندین سال گذشته مدیریت آب به صورت درست می بود ما در حال حاضر چقدر میتونیم تونیم در قسمت بخصوص برق خود کفا می بودیم دقیقا شما می دارین ما قسم که قبلا گفتم نبودی بودی جا مشکل ظرفیت های تخنیکی نبودی یک امانگی لازم بین سکتور ها و روش های کونه مدیریتی در آب افغانستان یا چالش ها بودن فرارای خود مدیریت آب افغانستان و افغانستان از یک بیرون شد که ما اصلا توانمندی بر آمدن بر ساختن پروژه های و در وجود نداشت شما می اساسی ترین مشکل دیگه تخنیکی هم وجود داشت بر چالشها. ها مثلا شما میدونین که یک بند وقتی که میخواد به طرح و دیزاین بره ما باید ارقام یا دیتا های هیدرولوژیکی از را داشته باشیم متاسفانه شما میفهمید که از سال 1980 تا 2004 اصلا بالای هیچ حوزی دریایی یعنی ما یک استیشن فعال نداشتیم ما ریکارد کنیم چقدر پتانسیل آبی میجه داریم تا زمانی که ما این ارقام و دیتا را نداشته باشیم و نفهمیم اصلا ما نمیتونیم که یک بند دیزاین کنیم دیگه بنا بعد در چند سالهای اخیر که بعد از تحول اومده الحمدلله کارهای اساسی گذاشته شده مثلا ارقام هیدرولوژیکی حال به دست میه استیشن های آبسند بالای دریای افغانستان نصب شده حال ما داریم اون مراحل مقدماتی را الحمدلله طی کردیم به مسائل اساسی رسیده ان خیلی خوب آقای مسیر بندهایی که شما یادآور شده این در حال حاضر چقدر میتونه که برق ما را به بر ما برق برسونه و اینکه در حال حاضر ما برق از کشورهای همسایه می خریم و چقدر ما را میتونه که در قسمت برق خود کفا بسازه شم... کدام بندها بیشتر بسیار زیاد تشکر شما میدانید که ما پتانسیل یا امو ظرفیت تولید برق آبای افغانستان 23 هزار مگاوات پیش بینی کردن ما میتونیم که با با مهار اینمی هایی که مثل سروبی دو مثل کوکچه مثل بند ببخشن بند سلما ای بندایی که همه ایمار شدن اینا میتونن که حداقل نیازمندی افغانستان در بر 15 سال آینده در حدود 20 تا 30 فیصد دیگه بر برق موجوده مرفوع بسازن اگر ما بتونیم کلی آبار مهار بکنیم و کلی ظرفیت که ما به خدمت شما گفتم 23 هزار مگاوات برقی که ما پتانسیل داریم اگر ما بتونیم به این اهداف برسیم میتونیم کل نیازمندی افغانستان مرفوع که یک زمان زیاد کار داره خب در حال حاضر چالش ها چه میتونه باشه چالش ها یکی از اساسی ترین چالش چالش امنیت است شما قسم که خبر دارین وزارت انرژی ما یک نمونه مثالش با شما میگم همین قسم در سایر پروژه های ماست که شاید گنجایش برنامه شما اورا نداشته باشه مثلا بند که در فرا بخش آباد ما شروع کردیم شما میدانین که ما از مدت هاست که در ساحه نتانستیم امو وسایل لازم را برای مسائل تحقیقات و جولوجیکی انتقال بدیم که بعد از یک مدت طولانی امی مسائل امنیتی یکی از چالش های بسیار اساسی است که ما نمیتونیم مثلا بندها را چون پروژه بندها پروژه زمانگیر است با یک ماه و دو ماه و شش ماه نمیشه حداقل دو سه سال وقتی که هر پروژه ما یک مرحله حداقل به شش ماه به تاخیر مواجه شه بنا به مسائل حالا شما فکر کنید هر مرحله زیر شش ماه حساب کنید سالا در بر میگیره چیزی خود بند مراحل ساختمانش طولانی است و چیز دیگه ای چالش ها این دیگه هم طولانی تر میسازه بنا این چالش های بسیار عمده هست خب آقای مسیر پروژه‌ای که در قسمت برق عملی میشه چقدر شفافیت وجود داره دقیقا شفافیت الحمدلله بعد از تحولی که آمده عالم پروسه های تدارکاتی رو شما میفهمید که مرکزی شده در این رابطه هم بسیار شفافیت به وجود آمده علاقمندی که آمده و از دیگه ظرفیت هایی که در ادارات به وجود آمده همه چیزها تاثیر خودش داره که یک مقداری از مسائل به شفافیت بالا برده و چیزهایی چیزایی که شک و گمانایی بوده ایره کم کرده اما به هیچ ای به از این است که همه چیز حل شده زمان کار داره که ما از این مراحل برایم در کجاها بیشتر پروژه خوبتر خوب تطبیق نمیشه در کدام ولایت روی کدام بند ها ولایتی که بسیار زیاد چالش برانگیز است او را بیشتر شما میدانید مثلا نمی پروژه بخش آباد ما در فرا گفتم یکی از چالش هایی که فرا راش بود اگرچه حال الحمدلله نسبتا حل شده ولی انوزم نگرانی ها وجود داره پروژه‌ای که مثلا دلق در قندار است مثلا سایر پروژه‌ای که مثلا در کنر است همه پروژه های امنیتی خودشان دارن و اینا 100 فیصد بالای به سلام روال عادی پروژه تاثیر داره و پروژه را به تخیر مواجه میکنن. خیلی خوب برای حل این چالش‌ها برنامه برنامه‌های شما چه هست ما یک امانگی بسیار لازم باز ادارات زیرابت ایجاد کردیم و یکی امامی کنفرانس را که ما امروز ایجاد کردیم که کلگی باید در بر تطبیق پروژه زیربنایی خصوصا پروژه باید مشارکت کنند تا زمانی که ما تمام ادارات سکتوری که به نحو در ادارات در مصرف آب در مدیریت آب دخیل هستند ما به شکل یک مشت واحد یا یک دست واحد برای مدیریت آب و ساختن پروژه زیربنایی عمل نکنیم ما به او اهداف تعیین کردیم نخواهیم برسیم و یکی از آغازین برنامه های بود که ما این کنفرانس امروز دایر کردیم و الحمدلله همه ادارات به این سم گرفتن خصوصا ادارات امنیتی بسیار در رابطه فعال شدن چون رهبری دولت افغانستان بسیار مصمم که باید بر مدیریت آبای افغانستان کار عملی رو شروع بکنن و انشالله امیدوار هستیم که ما از این چالش های امنیتی بیرون شیم و دیگه چالش های ما انشالله و قدر چیزی نیست که تاثیراتشون بسیار منفی باشه آقای مسیر چی فکر میکنید که حمایت حکومت در سالهای آینده چه خواهد بود در قسمت سکتور بانک یقینا <تصفح> <تصفح> حمایت حکومت شما دیدین وقتی که هم امروز رئیس به جمهور در یک مجلس میا خودش افتتاح میکنه و خط مش دولت افغانستان امی خودش یکی از به اصطلاح نقاط بسیار اساسی و حمایت قاطع رهبری دولت افغانستان است قسمی که امروز وزیر صاحب هم گفتن شما میفهمین که اینمی برنامه را رئیس به جمهور افتتاح و رئیس به اجرایه که ما برنامه را سه روز داریم فردا و پس فردا در قصر نی برنامه به شکل تخصصی دامه پیدا میکنه و در روز سیام یک قطنامه صادر میشه که ما روی برنامه و روی استراتیجی های آب افغانستان در رو رابطه خواهد او را در خدمت شما قرار دادیم و رئیس بجرا هم در مراسم خط نظیمه امی خودش نماینده قاطع دولت افغانستان و رهبری دولت افغانستان است آرزو دارم که این امی قاطعیت بتانه ما را به نقاطی که تعیین کردیم یا به اهداف تعیین کردیم انشاءالله برسیم چی فکر میکنید آقای مسیح که نتیجه همچون کنفرانس ها و برنامه ها چه خواهد؟ نتایجش بسیار مثبت است همه اداراتی که به نحوه در مدیریت یا در مصرف آب دخیل هستند اینا همه باید جایگاه خود بفهمند من قسمی که قبلا با خدمت شما عرض کردم انکشاف امی عنوان کنفرانس ما آب و انکشاف پایدار بود عنوان ازی یکی از اساسی ترین موضوعی است که تماما سکتورایی که در آب دخیل هستند امروز در برنامه‌های به اصطلاح تخصصیشان اینا را میکنند که زراعت برای 15 سال آینده چه قاب نیاز داره آبرسانی یا مثلا برنامه آب آشامیدن برای 15 سال آینده چقدر آب نیاز داره و ما که تامین کنیم آب هستیم آیا ما میتونیم در تمام نقاط که اینا برنامه خودشان دارن و آب تامین کنیم یا نکنیم اگر ما بتونیم تامین کنیم اینمی اما هنگی یا اینمی کنفرانسی که به شکل مشارکتی تدبیر شد اهداف کلیدی اومده شد موضوع بود که انشالله ما امیدوار هستیم که اینمی اما هنگی ما در در سکرترت شورای عالی ادامه بدیم بعد از کنفرانس هم و ما بتونیم نیازهایی که به اصطلاح اولویت بندی میشه روی ازو سرمایه گذاری بکنیم و سکتورها در موج نقش خود بازی بکنن ما بتونیم به اهدافی که برای انکشاف افغانستان پیش بینی تا 2030 ان شاء الله برسیم خیلی خوب چقدر استفاده از آب می تواند قند تحکیم ثبات در کشور باشد دقیقا شما میدانید که امروز این نقطه بسیار کلیدی را رئیس جمهور بغلان مثال دادن که واقعا بنا ها و ناهنجاری هایی که در کشور ما جریان دارن متاسفانه تاثیر بسیار مثبت سر استفاده یا به اصطلاح استفاده عادلانه عذاب تاثیر بسیار منفی داشته ما میتونم برای شما امروز باز تکرار میکنیم که رئیس جمهور گفتن بغلان مثال دادن کسانی که در بالا آب هستن بنا به ناگواری یا به اصطلاح عدم حاکمیت قانون در منطقه بیشترین آب استفاده میکنن در حالی که قبلا اگر شما سی سال یا چل سال قبل یک کسی به نام میراب میراب در, در جامعه انعنوی ما حضور داشت اینمی میراب از سر کانال 25 یا 30 کیلومتر یا 10 کیلومتر کانال های متفاوته یک فرد بسیار عادی مدیریت میکرد و بسیار عادلانه اما تقسیم عقابه را میکرد که مورد قبول همه واقع بود جنگ، نابسامانی، زور، زورگویی و زورمندان همه برای مدیریت آب تاثیر کرده یک نفر بالا آب شالی کشت میکنن نفر دیگه در پایین آب گندم کاشت میکنه از از بیابی خشک میشه این خودش یک نوع چالش بسیار عمده است که خداوند بخواد که اول آرامی و صلح برقرار شه امنیت شه این چیزا برای مدیریت آب بسیار تاثیر داره خیلی خوب آقای مسیر در پایان برنامه هستیم و باز هم برای حل این چالش ها اگر ما بخوایم که از بین برود یا ما یک مدیریت درست در سکتور برق وجود داشته باشد چه باید شود باید تماما ادارات سکتوری که به نحوه در مدیریت دخیل هستند باید هماهنگی بیشتر بکنن حکومت <applause> افغانستان امی همکاری یا حمایه قاطعه که اعلان میکنه ایره در عمل پیاده بکنن و این قاطعیت ادامه پیدا بکنه و همچنان ظرفیت های تکنیکی ما باید دگام بالا بره صلح و ثبات تامین شوه اینا همه ای کارا میتونه که ما را به که پیش بین استیم انشاء خیلی خوب و میخوایم که حرفای اخیر هم اگر شما داشته باشین ما بگیریم تشکر میکنم از دعوت شما آرزومند هستم که آخرین گپ ما ایست که بتانیم به و ثبات برسیم و بتانیم ای آبای سرگردان افغانستان به شکلی که لازم است و حق مردم افغانستان سیر مدیریت بکنیم و از شما خواهش ایست که برنامه کنفرانسی چهارمین کنفرانسی تحت پوشش قرار بدین این بسیار یک مسئله اساسی است از تمام رسانه‌ها ما خواهش میکنم که این بسیار با علاقمندی این باعث تشویق ما میشه ما را به اصطلاح میتونه تشویق بکنه که ما بیشتر بیشتر از این کار بکنیم و امانگی لازم ایجاد بکنیم خیلی سپاس عبدالمعروف المعروف سومی رئیس اومی دریای کابل از اینکه در زیر بنا تشریف آوردین و بیننده های حال توجه کنید به نرخ ماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل و این هم نرخ طلا در بازار امروز کابل این هم نرخ مواد اولیه سپاس از همراهیتان تا این هم تا برنامه بعد خدا نگهدار